یه سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. اول خواستم اینو بهتون بگم که بعضی وقتا گله‌مند میشید که چرا جواب مسیجا رو نمیدید. خواستم اینو بگم که وقتی که مسیج میدید به پیج آشپز باشی، پیج آشپز باشی رو ادمینا دارش میکنن و اینکه خب من نمیدونم مسیجتون چیه، ولی چیزایی که مهمه و درخواستایی که شما دارید رو همیشه برای من مسیج میکنن و بهم میفرستن. خب طبق درخواست شما، من همیشه اولین اولویت هم خواستای شما بوده، طبق درخواست شما من میخوام سالاد اولویه رو آموزش بدم و یه مطلبم بهتون بگم که دارم روش کار میکنم. یه چند وقتی نبودم، دارم یه رژیم غذایی دارم در میارم با غذاها، تقریبا 20 نوع غذا، و اینکه بهتون کمک میکنه که ظرف دو ماه 10 کیلو وزن کم بکنید. دارم روی رژیم کار میکنم و خودم هم توی رژیم هستم و اینکه زمانی که این فیلماش هم داریم میگیریم، الان زمانی که فیلماش آماده بشه میتونید روی یه USB تهیهش کنید و به همون ایمیل بدید و ما براتون بفرستیمش. خب اومدیم سراغ اولویه، ولی کدوم اولویه؟ اولویه‌ای که توی ساندویجی ها درستش میکنن و تفاوت زیادی با اولویه خونگی داره. یه چند تا مطلب رو بهتون میگم. اول که خب سوال بود تو پیج، سوال کرده بودید، من بهتون بگم. اول مواد اولیه رو من بگم. دو تا سینه مرغ دارم، 3 تا دونه هویج دارم، 4 تا دونه تخم مرغ دارم و تقریبا 50 گرم ژامبون دارم، 1 کیلوگرم سیب زمینی دارم، 50 گرم کره آب شده دارم، خیارشور، آب لیمو، نمک، سس ماینزی که خودم از قبل تهیه کردم، نخود فرنگی و روغن زیتون. حالا یه سری ها از من سوال کرده بودن که بعضی وقتا ما اولویه‌مون میمونه بوی خیلی بدی میگیره. درسته اولویه اگه بمونه بوی بد میگیره، ولی اون روزایی که من مغازه داشتم اولویه رو من یک هفته توی یخچال نگرش میداشتم. خب چند تا مطلب رو رعایت میکردم. یکی از عواملی که باعث میشه که اولویه بوی بد بگیره زرده تخم مرغه. زمانی که میخوای توی طولانی مدت اولویه‌تون رو نگهداری، حداقل اگه مثلا من باب مثال 10 تا تخم مرغ میزنید، 5 ششو زردیاشو در بیارید و 5 ششو با زردی بذارید، چون زردی اولین چیزی که میگیره زردی بو میگیره. و اگرم تو مقدار زیاد درست میکنید که نیاز دارید 10 تا تخم مرغ، 20 تا تخم مرغ بهش بزنید، اگه برای مجالس و مهمونی درست میکنید حتما دقت بکنید از 1/3 زردیا بیشتر استفاده نکنید. زردیا رو کنار بریزید یا دور بریزینش، تو اولویتون نزنید، چون تو وزن بالا که اولویه میخوای تولید بکنی بزنی، وقتی که زردی تخم مرغ زیاد بهش میزنی اصلا این اولویه یه بوی خیلی بدی میگیره و عطر خودش رو از دست میده. حالا ما چیکار بکنیم که اولویه‌مون سس مایونز کمتری مصرف کنه و خوشمزه تر بشه؟ سس مایونز چیز خوبی نیستش. من میام به اولویه بذارم. یه روزی که از دوستام اولویه داشت، گفت بیا سر نهار بخوریم. گفتم بس چنگالو بیار که اولویه رو بخوریم. گفت نه، اگه میشه قاشق بیار اولویه رو بخوریم. گفتم برای چی؟ اونقدر آب مرغ داخل اولویه ریخته بود شل شل شده بود، از این ورم مایونز رو بهش زده بود شل شل شده بود. ببینید توجه کنید، یه سری از کسایی که خونه‌دار هستن درست میکنن، اولویه رو بهش برمیدارن آب مرغ میزنن. آب مرغ خودش زخم داره و اینکه خب میگن آره تمام ویتامینش این توه، دلیلی نداره. شما مرغ رو حتما با آب خیلی زیاد بپزید. اگه تو از ظرف دردار استفاده بکنید، کمی داخلش آب بریزید و رو شعله کم بذارید، اون بخاری که تولید میشه مرغتون رو میپزه. و موقع پختن مرغ همیشه حواستون باشه، یه پیاز رو 4 تیکه برش بدید و داخلش بندازید و باید 100% حتما آبش رو شور شور بکنید. وقتی که مرغ شور نباشه تو اولویه مزهش گم میشه. ما دو نوع اولویه داریم، یه اولویه ژامبون داریم، یه اولویه مرغ داریم. حالا چیزی که من دارم درست میکنم میکس مرغ و ژامبون، چیزیه که خودم دوست دارم، کمبینیشن ترکیبی همه چی داخلش هستش. ولی اگه شما میخواید اولویه مرغ درست بکنید، مرغتون رو شور شور بکنید، چون تستش توی دهن میاد، میتونید قشنگ تست کنید ببینید مزهش رو دهنتون هست. ولی اگه نمک زیاد نداشته باشه خیلی بد میشه. خب خیلی ها میگن ما رنده میکنیم، من میگم رنده کردن کار اشتباهیه. البته نمیگم اونی که شما درست میکنید، اگه تو مقدار خیلی زیاد بخواید درست بکنید، مقداری که وقتی که رندش میکنید
چسبندگیش بالا میره. خیلی از کارخونه های تولید اولویه هم چرخش میکنن، ولی شما نمیدونید پشت پرده چه اتفاقاتی میفته که این انسجام سیب زمینی رو ازش میگیرن. ولی بهترین روشی که من بهتون پیشنهاد میکنم و تو این سالها تجربه کردم اینه که شما مشق بکنید، لهش بکنید، بکوبینش. کوبیدن خیلی طعم اولویتون رو زمین تا آسمون عوض میکنه. خب حالا ما برای این که من کارو شروع میکنم، اول میخوام بهتون بگم برای این که ما اولویه‌مون خوش طعم‌تر بشه، خوش تست‌تر بشه، اولین کاری که میکنم سیب زمینی‌هامو من مشق میکنم و لهش میکنم، ولی دو تا چیز بهش اضافه میکنم و شما حتما این کارو بکنید. اینم مشهر خیلی راحت میتونید، حالا نبودم میتونید از گوشکوب یا یه همچین چیزی استفاده بکنید. کاری که کره میکنه، یک، من بهش 50 گرم کره آب شده اضافه میکنم. کاری که کره میکنه اینه که باعث میشه این چسبندگیش ازش گرفته بشه، مایونز کمتری استفاده بکنه و روغن زیتون بیبو هم همیشه ساندویچی هایی که اصیل غذا اصیل میپزن بهش میزنن، ولی هیچ وقت از روغن زیتونی که بوداره استفاده نکنید. زمانی که دارید این کارو میکنید هیچ وقت از سیب زمینی 100% داغ داغ شروع نکنید برای کوبیدن اولویه درست کردن. همیشه به سیب زمینیتون یه مقدار بعد پوست کندن فرصت بدید و اجازه بدید که خودشو ول بکنه. بعد اینکه ول کرد مایونز کمتری میبره. بعضیا به سیب زمینی داغ مایونز میزنن، بعد میذارن تو یخچال، اصلا این مایونز خراب میشه. ببینید من همین مقداری که مشق کردم الان حرارتی هم نداره، فقط ولرمه ولرمه. خب ببینید خیلی راحت مشق شد، از رنده کردنم زمان کمتر میبره. این مشق خودش به این شکل سیب زمینی رو آماده میکنه. من کرم رو بهش اضافه میکنم. اگه دوست داشتید میتونید از کره گیاهی استفاده کنید، اگه دوست نداشتید میتونید از کره حیوانی استفاده بکنید، ولی خب چیزی که من استفاده میکنم خودم همیشه از کره گیاهی استفاده میکنم. خب این از این. روغن زیتونم به اندازه 3 تا قاشق چایخوری برای 1 کیلو من اضافه میکنم که یه عطری به اولویه‌ام بده. ببینید این مایه کاملا، الان نگاه کنید مایه داره کاملا چرب میشه. همین جوریش هم اگه آدم بخواد این سیب زمینی له شده رو بخوره خوشمزه است. خب من دیگه نمیخوام اینو زیاد چنگش بزنم وقتی موادمو مخلوط کردم. کاری که الان میکنم میام یه تست ازش میگیرم. الان دقیقا وقت چیه؟ الان دقیقا وقت اینه که نمک رو اضافه کنم. یه سری ها مواد رو اضافه میکنن، نخود فرنگی، خیارشون، هی هم میزنن، تمام مواد له میشه، همشون اون شکل قشنگ خودش رو از دست میده و اینکه موادی هم که دارید داخلش اصلا مشخص نیست چیه. پس اولین کاری که من میکنم نمکم رو بهش اضافه میکنم. نمکم به اندازه نصف قاشق چایخوری من بهش نمک اضافه میکنم، برای اینکه نمیخوام بعدن همش بزنم با موادم. خب تو این مرحله 2 قاشق چایخوری آب لیمو بهش اضافه میکنم و دوباره همش میزنم. اجازه میدم که مخلوط بشه. خب سیب زمینی من الان تقریبا آماده شده. اینم تکنیکاییه که بهتون گفتم. این سیب زمینی آماده است، میذارم کنار و روش‌های خرد کردنش هم بهتون یاد میدم که به چه شکل تر در میادش. بیم سراغ خورد کردنی ها. از اون که راحت تر از همه است من شروع میکنم. من ژامبونامو باید به شکل مربعهای خیلی ریز در بیارم. همه رو روی همدیگه میذارم. خب
حالا چرا مربع؟ این از قدیم باب بوده، تمام ساندویچی ها به این شکل درست میکردن، همه برش میزدن و مربع مربع. یه اولویه‌ای هم بودش یادش بخیر، تو ایران خیلی معروف بود، تو منیریه این مغازه فقط سالاد اولویه درست میکرد و به صورت کیلویی میفروختش. خب ولی خب ما که مغازه دار بودیم خودمون همیشه درست میکردیم. میام سراغ هویج. حالا در مورد پختن هویج یه چیز بهتون بگم، هیچ وقت هویجتونو ببینید، این هویجو ببینید 100% نپخته، من نمیخوام 100% بپزه، ولی پخته هم شده نرمه و خیلی ترد میشکنه. اگه اینو 100% بپزینش، زمانی که هویج 100% پخته میشه شیرین میشه و اینکه طعمش خیلی بد داخل اولویه در میاد. ولی شما توجه بکنید به هیچ عنوان هم هویجتون رو رنده نکنید. ما هویج رو رنده برای سالاد میکنیم، سالاد اولویه هیچ وقت به این شکل درست نمیشه. خب حالا برای هویجمونم ببینید، من چند تاشو خورد کنم براتون. هویجم میخوایم مربعهای ریز درش بیاریم. اینم از هویجمون. سایز هویج نگینی، ولی نگینی های خیلی ریز و نمیخوام اندازه اینا از نخود فرنگی که داخلشه بزرگتر بشه، یا اینکه از خیارشور بخواد اندازهش بزرگتر بشه. اینا رو بس به این شکل خوردش میکنیم. خب ولی توجه داشته باشید که اینا رو در آخر اضافه میکنیم. یه سری چیزهایی که سنسیتیو و زود له میشن، زود مش میشن، قبل اینکه قشنگ تمام موادمون رو هم زدیم و آماده شد، بعدن اونا رو بهش اضافه میکنیم. الان نخود فرنگی رو ببینید شما، من نخود فرنگی رو از اول به این اضافه کنم، هی میخواد هم بخوره، هی میخواد هم بخوره، و زمانی هم که هم خور تمامش له میشه و پوستاش در میاد. تخم مرغمون هم به همین شکل به صورت مربعهای ریز ریز در میاریم و خوردش میکنیم. من برای 1 کیلو 4 تا تخم مرغ، برای 1 کیلو سیب زمینی 4 تا تخم مرغ بیشتر نزدم، همین مقدار کفایت میکنه. من دوست ندارم که بوی زخم تخم مرغ رو بگیره، ولی اولویه بدون تخم مرغ هم نمیشه. اگه به اندازه اضافه بکنیم، یکی از عواملی که باعث میشه که خوشمزه بشه خود همین تخم مرغ. خب میام سراغ مرغمون. مرغ رو به 2 شکل ریشش میکنن و یه سریام که خب مربع مربع درش میارن. حالا میتونیم یه کاری کنیم، بس مرغ رو توجه داشته باشید، حتما یه دونه پیاز بندازید داخلش موقع پختن برای 2 تا سینه، و اینکه آبش رو شور شور بکنید و حتما توجه داشته باشید که آب کم بریزید. آب اگه زیاد بریزید تمام خواصش رو از دست میده. یا آب خیلی کم بریزید و درش رو ببندید و اجازه بدید که بخار بکنه. ببینید میتونید به این شکل با چنگال کاملا ریش ریشش بکنید. برای خیلی از غذاها ما به این شکل این کار رو میکنیم. این یه مدل ریش کردن، بستگی به ذائقه و سلیقه خودتون هم داره. من وقتی که مرغمو میپزم همیشه یه مقدار خیلی کم بهش زردچوبه میزنم که دیگه هیچ بو و زخمی نداشته باشه. ممکنه یه مقداری رنگیش بکنه، ولی خب تو طعمش خیلی تاثیر میذاره. این یه روش، میتونید این کارو بکنید، ریش ریشش کنید و با چنگال. یه روش دیگه هم میتونید که با چاقو راحت برش بدید و به این شکل خوردش بکنید. ولی من فکر میکنم اگه وقت بذاریم و ریش ریشش کنیم خیلی بهتره. خب اینا رو من جمع میکنم و خیارشورم بهتون نشون میدم چیکار میکنیم و همه رو آماده میکنم برای مخلوط کردن.
خب خورد کردنی من تموم شد، همه رو خورد کردم گذاشتم اینجا و اینم خیارشورمه. خیارشوره ببینید، اینم خیارشورم خوردش کردم و کسی رنده نمی کنه. یه وقت شما به خاطر خستگی یه غذا رو خراب نکنی. تا حالا نشده که من به خاطر خسته بودن اون چیزی رو که بلدم انجام ندم. همیشه یا کار نکردم تو آشپزی، یعنی که کار کردم سعی کردم به نحو احسن کارم رو تموم بکنم. ببینید آشپزی باورتون نمیشه، برای یه آشپز یه وظیفه است، ولی تو این سالها که من آشپزی کردم همیشه برام یه عشق بوده و اینکه وقتی که دیگران غذاهامو تو رستوران خوردن و خوشحال بودن و راضی بودن، این بهترین نتیجه بود که من گرفته بودم. میایم سراغ مخلوط کردنیا. مخلوط کردنیا رو هم بهتون میگم، اینا دیگه این فوت و فنای سالاد الوی است. اولی مخلوط کردنی که من قراره مخلوطش بکنم چیه؟ اولیش مرغه، چون قراره که تو تمام قسمت‌ها بره و خب از تمام موادی که داخلش هستم قوی‌تره، یعنی له نمیشه به اون صورت بخواد له بشه و بعد در بیاد. خب این از این قسمت. و دومی موادی که من میخوام مخلوطش بکنم کالواسمه. خب الان وقتشه که دیگه من با دست کمی اینو هم بزنم. البته قابل توجه هم دوسته که کامنت میذارن دستتو تمیز دستکش میخواد، واقعا دستمو شستم و اینکه خب اگه این خوب ماساژ نخوره خوب در نمیاد و تمام مرغم تو تمام قسمتاش نفوذ نمیکنه. خب این الان یه بافت خیلی سفتی داره، درسته؟ این یه بافت سفت داره. الان من چون اینا جنس لطیفی داره خیارشورم هم بزنم بهش، چون اینا جنس لطیفی داره بعد زدن سس مایونز من اینا رو بهش اضافه میکنم. خب بعضی به سالاد الویه فلفل قرمز میزنن، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم از این به بعد از فلفل سفید بیرنگ استفاده بکنی، هم تندی خیلی قشنگی داره و همین که خودشو نشون نمیده. فلفل هم به اندازه که دوست دارید بهش میزنید. ببینید کم کم داره سفتی سیب زمینی ازش گرفته میشه. خب به طب ما یه سری چیزا بهش عد کردیم. خب میایم سراغ سسمون، چون دیگه اینا موادی که مونده هویج و تخم مرغ و نخود فرنگی خیلی لطیفه. اگه الان بزنم بخوام همش بزنم چیز خوبی در نمیاد. سس سی رو بهتون یاد دادم، گارلیک سس، و حتما برنامه بعدی سس مایونزی هم که مزه سسای خودمون رو میده رو بهتون آموزش میدم به چه شکل درست بکنید. سس هم من یه جا نمیزنم، یه مقداری از سس رو میذارم روی الویه رو تزئین میکنم و یک مقداریشم بعدن که تمام مواد رو اضافه کردم میزنم تا اندازش تو دستم باشه. تقریبا داره رنگ میگیره سالاد الویه. ببینید مایونز سفیدش کرد ولی هنوز کامل نشده. خب توی این مرحله من افزودنیامو اضافه میکنم، هویجمو و تخم مرغ و نخود فرنگی. خب همین رو من کم اینا رو مخلوطشون میکنم. خب توی این مرحله اون مقدار سسی رو که دوست دارم دیگه بهش من اضافه میکنم. من همیشه سس مایونزم رو خودم استفاده میکنم. سس استرالیا باورتون نمیشه، من یه سس خوب نتونستم پیدا بکنم. واقعا اون سس مزه سس خودمونو بده. ولی خب وقتی که خودمون درست میکنیم به طبع اون چیزی رو که دوست داریم میتونیم در بیاریم و تستاشو تغییر بدیم. خیلی وقتا هم گرفتم خودم بهش یه سری چیزا اضافه کردم تا شکل سوسای خودمونو گرفته. خب
وقتشه که من یه تست نهایی از این بگیرم و بدونم که چی کم داره و چی کم نداره. خب دو تا چیز فکر میکنم کم داره. مقدار آب لیمون کم بوده و کمی هم بعد بهش نمک اضافه کنم. یه دو تا قاشق دیگه آب لیمون بهش اضافه کردم. غذایی نیستش که صنعتی بشه اینا توی میکسر ریخ و میکسش کرد. باورتون نمیشه توی میکسر که میریزید، من تو کارخونهش رفتم و دیدم، توی میکسر که میریزید حالت خمیر میشه و خمیری شکل پیدا میکنه. خب اینم این مقدار سس هم نگر میداریم برای بعد. خب حالا میاریمش داخل سینی. هیچ وقت تو اگر میخواید استفاده بکنید، هیچ وقت تو ظرفی که عمیقه استفاده نکنید. تو ساندویچی هم به همین شکله، همیشه تو سینی میکشنش و اجازه میدن تا داخل یخچال خنک بشه. تقریبا دیگه کارش تمومه و من وقتشی که دستم رو بشورم و دوباره برمیگردم. خب من دیگه اولویم تموم شد و اینکه میخوام در مورد سفت بودن و شل بودن یا اینکه چقدر باید مایونز داشته باشه، خب من اندازه ها رو نمیتونم بیام دقیق بهتون بگم مثلا 100 گرم اینو استفاده کردم، 200 گرم اینو استفاده کردم. خب اون تجربه همه که از روی شلی و سفتی موادم میتونم بفهمم یا اینکه تستش بکنم. و ترکیب کردنی و افزودنی ها رو توی غذا همیشه توجه داشته باشید. یه دفعه یه هویی توی غذا اضافه نکنید، سعی کنید کم کم اضافه کنید و همیشه اندازه تو دستتون میمونه. ببینید من یه تزئین کوچیک کردم با کمترین چیزایی که داشتم. کمی نخود فرنگیمو نگرداشتم و کمی هم از هویج استفاده کردم، یکم خیارشور و کمی هم برگ کرفس. ببینید یه تزیین ساده شیک شد. اگه میخواید بفهمید سالاد اولویتون خوبه یا نه، وقتی که اینجوری به صورت کپی میذارینش، ببینید ضخامت اینو چقدره، میبینید تقریبا 2 سانتی متره، از همدیگه واز نمیشه، ولو نمیشه و خیلی هم قشنگ در میاد. و با لیستک میتونید دورش رو تمیز بکنید و بعدم یه دستمال کنارش بکشید بذارید داخل یخچال. وقتی که گذاشتید داخل یخچال، بهترین زمان برای مصرف کردن اولویه دقیقاً 1 ساعت بعد داخل یخچال. بعد از 1 ساعت میتونید استفاده کنید. مایونزش قشنگ خودش رو ول کرده و مواد کاملا با هم دیگه ترکیب شدن و از اون حالت گرمی هم در اومده بیرون. امیدوارم که فیلم های ما رو ببینید، لذت ببرید، هر روز بهتر از دیروز آشپزیتون بشه، اینکه همیشه کنار خانواده هاتون باشید و از کنار هم بودن لذت ببرید. و تنها خواهشی که ازتون دارم، اگه میخواید منم انگیزه بگیرم کار بیشتری ارائه بدم، چون واقعا فیلم ساختن کار ساده ای نیستش، تنها خواهشی که از شما دارم به عنوان یه نفر یه بار فیلم منو داخل فیسبوک یا اپلیکیشن های دیگه به اشتراک بذارید. از خدا میخوام که همیشه سربلند و موفق باشید. خدا یار نگهدارتون.